Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. در آغاز سلطنت احمدشاه، جهان در آستانه جنگ جهانی اول بود. ایران شاهد انحطاط قاجاریه، هرج و مرج اجتماعی و رکود اقتصادی. بنیاد استبداد تکان خورده بود، ولی مشروطه به سامان نرسیده بود و به گفته مهندس مهدی بازرگان، ایران از نظر فکری و فرهنگی در یک برزخ به سر می برد. از ابتدای قاجاریه تا زمان حالا میشه گفت بدترین دوران ایران دوران احمدشاه بوده. از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، مخصوصا از نظر امنیت، به همون نسبت وضع مذهب مردم هم حالت توقف داشت. و علت کلی مسئله اینه که یه دوران کاملا بی تکلیفی و بحرانی بوده، مثل واگونی که از خط میاد بیرون، مادامی که روی خط جدید ننداختن اصلا هیچ نه حرکتی میکنه نه کاری میتونه انجام بده. زمان ناصر بن شاه و قبل از ناصر بن شاه خب مملکت ما یه شیوهی و یه سیره‌ای برای خودش داشت، استبداد بود و یه نوع قدرت استبدادی و رو اون هوا و رو اون قدرت به یه نحوی هر چیزی پیش می‌رفت. بعد از انقلاب مشروطیت و مشروطه شدن، اون قدرت و اون مرکزیت و اون روش و اونها رفت از بین و روش جدید روشی بود که هنوز جا نیفتاده بود. خب یکی از مبلغین آزادی و مشروطیت و کسانی که در اون انقلاب سهم داشتن علما بودن. علما رو هم حسابی کار ندیم، پاشون کشتن کنار، اونا دیگه دخالتی نداشتن به اینا. اون سیاست مدارانی هم که خب باعث مشروطیت شد، قانون اساسی نوشته بودن اینا، اونها یا کنار رفتن یا سرگرم بازی های سیاسی و اون مشکلات و یا اعمار قدرت شدن. در واقع مشروطیت یا دموکراسی ایران و اصلا حکومت ایران مثل یه عده یتیم بود، یه خانه بی صاحب یا بچه های بی بابا ننه که خودشون هم نمیدونن، تو خط نیفتاده بود. خصوصا که نفوذ افکار غربی و علوم هم خب مسائلی و مشکلاتی و سوالاتی در برابر ایمان و اعتقادات مردم به وجود آورده بود که اینو روحانیت اون زمان نمیتونست جواب بده چون مجهز نبود. بنابراین در بین طبقات درس خونده ایمان و اعتقادات مذهبی و علایق و شور و اینها خیلی کم شده بود، در حالی که بین طبقات عوام در دهات و روستاها و یا اشخاص بی سواد و کاسه به همون حال زمان گذشته مونده بود، ولی از حال و شور و روح و اینا افتاده بود. هنگامی که جنگ جهانی اول رخ داد، ایران صحنه تاخت و تاز نیروهای کشورهای متحارب شد. روس و انگلیس از یک طرف و عثمانی و آلمان از طرف دیگر ایران را اشغال کردند و در پایان جنگ به گفته دکتر فریدون کشاورز، ایران کشوری بود ویران. در آخر سلطنت قاجاریه احمدشاه، کشور ایران یک کشور عقب مونده فئودالی خانخانی بود. حکومت مرکزی قوی در ایران وجود نداشت. در ایالات مختلف، اشخاص مختلف، خانها، مالکین بزرگ، فئودالها، تفنگچی داشتند و ایالت را اونها اداره می کردند. مثلا در آذربایجان شخصی به نام سیمیتغو هر کار که دلش می خواست می کرد. خانواده های دیگری بودند که در زنجان مثلا زلفقاری ها
تفنگچی داشتن و هر کار که دلشون میخواست میتونستن بکنن. در کردستان همینطور، در خوزستان خزعل و خانواده او فعال مایشا بودن، در جنوب ایل قشقایی و ایل بختیاری قسمتی از ایران رو سرانشون خانهاشون اداره میکردن. قوام شیرازی در جنوب ایران قدرت بسیار زیادی داشت. در ایران پلیس جنوب درست شده بود که پلیس جنوب اصلا در دست صاحب منصبان انگلیس ها بود. در خراسان امیر شوکت الملک قاینی پدر علم خودش تفنگچی داشت و هر کار دلش میخواست میکرد. حکومت مرکزی وجود نداشت و چون حکومت مرکزی وجود نداشت، امنیت وجود نداشت. مثلا زیر گوش تهران یک کسی به نام نایب حسین کاشی یه مقدار تفنگچی داشت، اطراف کاشان و نزدیکای تهران رو غارت میکرد. قافله که رد میشد میزد قافله رو، هر چی داشت برمیداشت برای خودش. به این ترتیب ایران حکومت مرکزی نداشت. حتی من به یاد دارم که اون موقع تمرهایی وجود داشت که عکس احمدشاه توش بود و زیرش نوشته بود ممالک محروسه ایران. یعنی ایران یه مملکت نبود، ممالک بود. و در اون زمان یه عده از میهن پرستان ایران مثل کلنل ممتقی خان، مثل میزا کوچی خان جنگلی سردار جنگل، خیابانی در آذربایجان قیام کردند برای خاطر اینکه یک حکومت مقتدر ملی به وجود بیارند. کشف منابع زیرزمینی بر اهمیت سوغلجیشی ایران در نزد بیگانگان افزود. ناامنی و دست درازی‌های خارجیان به منابع ایران و فقر ناشی از جنگ به گفته دکتر کریم سنجابی وضع اقتصادی را به کلی در هم ریخته بود. این وضع اقتصاد ایران را به فلاکت انداخته بود و یک وضع نیمه جانی برای مملکت وجود داشت و سیاست‌های خارجی هم روسا از شمال و هم انگلیسا از طرف دیگر کوشش می‌کردند اگر فرزند در ایران یک عواملی باشه برای پیشرفت یک قسمت از اقتصاد ایران، برای صنایع ایران، برای ایجاد یک صنعت یا برای کشیدن یک راهی یا برای استخراج یک معدنی کوشش می‌کردند، یا جلوگیری می‌کردند یا اگر منبع درآمدی بود سعی می‌کردند به وسایلی در اختیار بگیرند. به این ترتیب فساد حکومت، جهل مردم، ایلخانیگری و اینها سبب شده بود که عوامل اقتصادی ایران هم یا در دست بیگانگان باشد یا رو به هرج و مرج و تباه بره. در واقع روسیه یکی از قوای اشغالگر در پایان جنگ خود دچار دگرگونی تند شد و از انقلاب اکتبر اتحاد جماهیر شوروی سر برآورد. این کشور آرمانگرای نوپا که خود را رهایی بخش خلقها می شمرد به معاهدات دوران تزاری پایان داد. اما نیروی خارجی دیگر یعنی انگلستان برای پیشگیری از نفوذ نیروی انقلابی شوروی قرارداد 1919 میلادی را با وثوق الدوله به امضا رسانید. ملیون که این قرارداد را انقیاد کامل ایران می دانستند با آن به مبارزه برخاستند. به گفته دکتر سیف پور فاطمی قرارداد 1919 چهار قسمت اصلی داشت. در قسمت اولش انگلیس ها حاضر شدند که 4 میلیون پوند به ایران قرض بدهند. در قسمت دوم انگلیس ها پیشنهاد کردند که یک قشون متحد و شکل در ایران برای جلوگیری از بلشویک ها و برای انتظام داخلی کشور به وجود بیارند. در قسمت سوم این بود که مالیه ایران و قشون ایران تحت نظر یک عده مستشار انگلیسی اداره بشد و قسمت چهارم آن مربوط به این بود که ایران در کارهایی که انجام میدهد، چه در قرضه داخلی و چه در کارهای خارجی، بدون مشورت با انگلیس ها کاری انجام ندهد. این یکی از مهمترین نقطه تاریخ ایران است که با وجود اینکه مملکت ایران اشغال شده بود، با وجود اینکه انگلیس ها در تمام ایران هنوز سرباز داشتند، یک عده از ملیون مانند مصدق و معتصم السلطنه و ممتاز الدوله و دیگران بر ضد این قرارداد قیام کردند. خود احمدشاه هم که پادشاه مملکت بود
کمک کرد و قرارداد را از بین بردن و کوشش انگلیس را در این که با ایران هم همون معامله ای که با عراق کردن انجام بدهد، در اینجا تمام کوششون از بین رفت. در نتیجه به دست خود ایرانی ها، یعنی به دست سید ضیاءالدین و رضا خان که اون موقع در قزاقخونه بود، یک حکومت دیکتاتوری برقرار کردن. کودتای سوم اسفند 1299 روی داد و به این ترتیب دوران نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. گرچه رهبر سیاسی کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی بود که رئیس الوزرا شد، اما قدرت اصلی در دست وزیر جنگ یعنی رضاخان سردار سپه بود. ارتش بود فریدون جم که بعدها پدرش محمود جم نخست وزیر رضا شاه شد، آن روز را چنین به یاد می آورد. من اون موقع 6 ساله بودم. پدرم با سید ضیاء خیلی دوست بودن و ما اون موقع منزلمون در کوچه ارباکه خسرو، کوچه ارباکه خسرو یه کوچه بود که تو خیابان، یه سرش خیابان نادری بود، یه خیابانشون خیابان جنوبی سفارت روس، و توی نادری منزل سید ضیاء بود و منزل ما هم توی همون کوچه ارباکه خسرو بود. بنابراین پدرم هم مجاورت داشت با سید ضیاء و هم آشنایی و سوابق آشنایی و اینها داشتن. من مبهم خاطرم هست که یک روز گفتن که کودتا شده است و قزاق‌ها آمدند و تهران گرفتند و فقط شهربانی اصطلاح پلیس تیراندازی‌هایی کرده بودند و مقاومت کوچکی کرده بودند و همین، و دیگه خبری نشنیدیم که بعد که سید ضیاء رئیس الوزرا شد و اینها. و دیگه از همون تاریخ هم پدرم هم با این دستگاه همکاری کرده بود دیگه. رضاخان سردار سپه طی 4 سال وزارت جنگ و رئیس الوزرایی زمام امور را شخصا قبضه کرد و مجلس و دولت را مطیع خود. اما شیوه به قدرت رسیدن او را سالها بعد آیت الله خمینی یکی از دلایل اصلی مخالفتش با سلسله پهلوی عنوان کرد. از ابتدا که رضا شاه کودتا کرد، با فشار و با سرنیزه و با نظامی و با پشتیبانی انگلیس ها سلطنت قاجار را منقرض و با همون سرنیزه مجلس درست کرد بدون اینکه ملت هیچ دخالتی داشته باشد و قانون اساسی را با همون سرنیزه تغییر داد. پس از اول تشکیل این حکومت سلطنت پهلوی یک تشکیل غیر قانونی بود و مخالف با میل ملت. استقرار قدرت رضاخان بی مقدمه نبود. مردم در انتظار امنیت بودند و به گفته احسان نراقی رضاخان وعده امنیت داد. رضا شاه از همین فتور و از همین هرج و مرج دوران مشروطه و از مجموعه این جامعه که نمیتونه شکل بگیره استفاده کرد، آمد رو کار و در حقیقت به مردم اینجوری فهمون که شما آزادی رو اجارتن ازش صرف نظر کنید، من بهتون نظم و ترتیب و پیشرفت و ترقی رو میدم. و حتی بسیاری از ملیون که از ناامنی در رنج بودند وعده سردار سپه را پذیرفتند. سردار سپه در اون وقت یک عده معلمین فوق العاده خوب داشت که در رأس اونها تیمورتاش بود، تیمورتاشی که از پایه گذاران سلطنت او بود، بعد مرحوم داور بود، سردار اسعد بختیاری بود، حتی مرحوم مدرس در یک مدتی به او کمک کرد به طوری که فرماندهی کل قوا را از احمدشاه گرفت مجلس و به او داد. این بدون کمک مرحوم مدرس غیر ممکن بود. اینها تمام نقشه ترکیه را در دست داشتن و فکرشون این بود که یک ایران متجدد ترقی‌خواه تحت نظر سردار سپه که در اون وقت یک سرباز وطن پرست علاقمند به کشور به نظر می آمد انجام بدن.
نه تنها سیاستمداران ملی بلکه روحانیون هم در آغاز کار به گفته مهندس بازرگان به سردار سپه روی خوش نشان دادند. ابتدا من حیث المجموع نظر علما و نظر متدینین و به طریق اولا نظر درسخونده ها، چون اون موقع هنوز مسئله روشنفکر به این عنوان نیامده بود، درسخونده ها و خواص مملکت، اون وقتا خواص و عوام میگفتن و همچنین عوام نسبت به رضا خان خوب بود، برای اینکه اون موقع مسئله بزرگ برای مملکت مسئله ناامنی بود، هیچ امنیت نداشتن و اوضاع خیلی بلبشو بود. رضا خان که آمد این مشکل رو فوری حل کرد، حالا به هر دلیلی، به نفع خودش بود یا به نفع خارجی یا فلان، کار نداریم، یا مملکت، این اثر نسبتا مثبتی داشت. ابتدا هم با قیافه متدین و طرفدار دین آمد، حتی در دسته که قزاخونه اون موقع رامیداخت، دسته سیرزنی بود، دسته عزاداری بود، او هم به سرش گل مالیده بود و به صورتش گل مالیده بود و شب شام غریبون مثلا یه شم هم به دست گرفته بود و ضمن اونا آمد. نسبت به بعضی از علما مثل حاج امام جمعه خویی و یه عده‌ای هم یه نوع احتراماتی قائل شد، برای اینکه میخواست که بنیان سلطنتش از ناحیه اونها در معرض چیز قرار نگیره. بعضی از مراجع تقریر هم مثل مرحوم حائری و اسد ابوالحسن و شاید هم دیگران فل جمله روی موافقی نشون دادن و روی موافقشون هم ازش قولهایی گرفته بودن که او طرفدار مذهب اثنا عشری بشه، فلان بشه، جلوی بهایی‌ها رو مثلا بگیره، جلوی بلشویکی و کمونیستی رو بگیره. اونها هم تا یه حدودی تأیید کرده بود، ولی بعد از جهات عدیده ورق برگشت. پایه قدرت استبدادی سردار سپه ارتشی بود که به گفته ارتش بودجم خود او آن را تجهیز کرده بود. اون موقع که ایشان آمدن سر کار، ارتش ایران که ارتشی وجود نداشت، یک اس پی آر بود در جنوب بود، دیویزیون قزاق بود که زیر نظر روسا بود، ژاندارمری بود که نظام اتریشی و نمیدونم نظام این بودم، پلیس بود که زیر نظر سوئدیا و نظر بود. نه اسلحه متشکلی وجود داشت، نه سازمان متشکلی وجود داشت، نه دکترین چیزی. علازد وقتی آمدند با همین متریالی که موجود بود آمدند اینا رو ادغام کردن به همدیگه، اسمش گذاشتن قشون ایران، قشون درست کردن و سازمان شروع کردن درست کردن. سازمان هم مدل که گرفتن از فرانسوی ها گرفتن، مثلا نیرو زمینی بود، نیرو دریایی که تقریبا وجود نداشت، نیروی هوایی هم که چیزی نبود و بعدن شروع کردن یه چند تا تیاره از انگلیس ها خریدن، مثل تایگر ماس رو نمیدونم از این حرفا. در زمان رضا شاه هدف ارتش فقط امنیت، برقراری امنیت داخلی بود. ارتش ایران تأسیس شده بود که امنیت داخلی رفت کنه، هیچ برای جنگ خارجی نبود. آموزشش، تجهیزاتش، همه چی بر اساس حفظ امنیت داخلی بود که این ماموریت هم به نحو احسن انجام داد. وحدت و استقرار قدرت ارتش به گفته دکتر فریدون کشاورز به استقرار حکومت مرکزی در تهران هم کمک کرد. کار عمده‌ای که رضا شاه انجام داد این بود که یک حکومت مرکزی سرتاسری ایران به وجود آورد که نتیجه این حکومت یکی ایجاد امنیت در سرتاسر ایران بود، یکی ایجاد بازار سرتاسری ایران بود که از لحاظ ترقی صنایع در ایران بسیار مهمه و در حقیقت کارهای دیگری هم کرد که به نظر من کارهای مثبتی بوده و هر مرد سیاسی واقع بینی باید در قضاوت خودش اگر کسانی کارهای مثبتی کردند کارهای مثبتشون رو ذکر بکنه و کارهای منفیشون هم ذکر بکنه. سردار سپه جز امنیت هواهای دیگری هم در سر داشت و به گفته دکتر سیف‌پور فاطمی قدرت طلبی او رجال سیاسی ایران را نگران کرده بود. مدرس در تمام نوت‌هاش این عقیده را داشت، میگفت که سردار سپه مرد مفیدیه ولی در وزارت جنگ. معتقد بود که قدرت را نباید، تمام قدرت را در دست یک نفر داد. بعد هم دکتر
مصدق این فکر را به مردم ایران ارائه داد که قدرت را به هر که بدهید فاسد خواهد شد و از اون فساد مملکت از بین برد. مصدق میگفت که سردار سپه مرد مفیدی است، باید نگاش داشت در وزارت جنگ، ولی در وزارت جنگ هم نباید قدرت زیاد بهش داد، باید قلاده به گردنش انداخت. احمد شاه اسمن هنوز شاه مملکت بود و شخص اول مملکت، اما به گفته احسان نراقی سردار سپه که عملاً قدرت را قبضه کرده بود دیگر تحمل شخص اول دیگری را نداشت. اون میخواست قدرت رو از دست قجرها بگیره و حس هم کرده بود که اون حمایت روسیه از قاجاری وجود نداره. این بود که در فکر این بود که بیاد جای اونا، حالا یا اول گفت به صورت جمهوری مثلا تقلید بکنه از مدل اتاتورک روس در ترکیه، نشد، بعد رفت به طرف تغییر سلطنت. ولی اون میخواست که جای اونا رو بگیره، میخواست خودش صاحب قدرت بشه، قدرت فردی رو میخواست. گرچه مشاوران اصلی سردار سپه خواهان تأسیس جمهوری در ایران بودند، اما به گفته دکتر سیف پور فاطمی جمهوری مخالفان سرسختی در ایران داشت. رضا شاه را 4 نفر به این فکر انداختند. یکی مرحوم سید محمد تدین بود، مرحوم تیمورتاش، داور و مساوات. اینها به تقلید اتاتورک که در اون موقع ترکیه را جمهوری کرده بود و خودش رئیس جمهور شده بود، رضا شاه را به این فکر انداختن که اگر تو رئیس جمهور بشی برای تمام عمر تو رئیس جمهور خواهی بود. و علما مخصوصا مرحوم مدرس فکر میکرد که این کار زیر سر انگلیس هاست. این بود که در مجلسی که انتخاب شده بود برای اینکه سردار سپه رئیس جمهور بکند، مخالفین که سرکرده اونها مدرس بود و بعد هم مردم تهران شروع کردن به مخالفت شدید و بعد جمعیت زیاد ریختن تو مجلس. سردار سپه دستور داد یک عده را در اون روز کشتن. علمایی که در قم بودن فشار آوردن که این جمهوریتی که شما میخواید انجام بدهید برخلاف اسلام است. رضا خان اون وقت مجبور شد برد به قم پیش علما معذرت بخواد، رفت از تهران خارج شد. احمد شاه تلگراف کرد او را منفصل کرد، ولی عمرای لشکر که تمام زیر دستان او بودن تهران را تهدید کردن و بالاخره وکلا مجبور شدن دو مرتبه رای دادن و سردار سپه برای دفعه دوم نخست وزیر شد. 1.5 سال هم طول کشید تا اینکه در 9 آبان 1304 سلطنت قاجاریه منقرض شد و مجلس مؤسسان برای اولین مرتبه در ایران تشکیل شد و او را به سلطنت انتخاب کرده و به این ترتیب سلسله پهلوی در ایران تأسیس شد. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.